سلیب سرخ جهانی خبر از ورود کمک های بشر دوستانه به برخی از نقاط سوریه داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC اعلام کرد که برای نخستین بار از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا کنون کامیون های حامل کمک های غذایی و پزشکی وارد دو شهر شینشن فوع و کفریا در حومه ادلب سوریه در شمال این کشور شد. این کمیته افزود که کمک های نیز برای چند نقطه مختلف از سوریه ارسال شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این باره در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت ما با این کمک ها به همراه جمعیت هلال احمر سوریه و سازمان ملل متحد وارد مناطق مزایا زبدانی، فوه و کفریا می شویم تا مواد غذایی ضروری و لوازم پزشکی را تحویل دهیم. به گزارش منابع خبری از فوه و کفریا کمک های بشر دوستانه ارسالی برای این دو شهر کافی نیست و مردم فوه و کفریا می خواهند محاصره شهرهای فوه و کفریا شکسته شود. لازم به ذکر است سنیهای های در حدود 6 سال است که دو شهر, شهر نشین فوه و کفریا را در محاصره خود قرار دادند و این شهرها را گلوله باران می کنند.